من این سوال من یه دقیقه طول میکشه، پس این باید یه مقداری صبور باشید. نه بله فرمایید. ببین مسئله بسیط بودن و بی صورت بودن خدا، خب از نظر فلسفی همینجور که میگین بالاخره درسته و اینا، اما واقعا برای من هضمش یه مقداری سخته. حالا میخوام بگم سختش از کجا میاد. ببین وقتی میگین بی صورت، چیزی که تو ذهن من میاد مثلا یه فرض کنین کاغذ سفیدی که همجور رفته، مثلا هیچ استراکچری نداره. حالا اینکه این کاغذی که هیچ استراکچری نداره، هیچ صورتی نداره، چطوری میتونه صورت بده به چیزایی که ما میبینیم انواع و اقسام صور داره است تو این دنیا؟ چطوری میگن مثلا این مثلا سایه یه چیزی ما، خب وقتی سایه است باید یه استراکچری باشه که سایه بام رسه، باید یه چیزی باشه که ما بتونیم اینا رو ببینیم. و بعدم سخته چطوری میشه بی همچین چیز بی صورتی عشق ورزید. حالا من میخوام ببینم که از نظر فلسفی، آخه یه جور دیگه هم من میتونم بگم، میتونم بگم که خدای بی صورت یا بسیط به معنای خدایی که استراکچر داره، اما شما هر تیکه این استراکچر رو نگاه کنید نمیتونید بفهمید که استراکچر کلیش چیه. شما همیشه یه قسمتی از استراکچر اون خدا رو دارید میبینید و این استراکچر رو جدای از هم نیستن، یعنی نمیتونید تیکش از تیکه دیگهش جدا کنید، قابل جدا شدن نیست، اما استراکچر داره. به معنای اینکه من نگاه این دنیا میکنم، این دنیا استراکچر خداست، نه اینکه نه خدا یه چیز دیگه است، مثلا وجود واقعی اینا وجود نیستن، اینا سایه وجودن، اینا وجود واقعی، نه نه نه، اصلا خود اینا وجود خدا، خود اینا استراکچر خدا. اما چیه؟ همیشه محدودی از استراکچر خدا. اگه خدا در زمان نمی گنجه، نه زمان خودش استراکچر خداست، یکی از استراکچرهای خدا زمانه، یکیش همین ماده است، یکیش همین قوانینه، یکیش همین ما هستیم، اینا خود خدا، نه اینکه سایه و چیز خدا. حالا اینجوری من یه معنی دیگه پیدا میکنم، یعنی من میگم خب من اگه بخوام به خدا عشق ببرزم، دیگه یه چیز عرفانی که باید برم نمیدونم چی کنم که الان برای من نامعنوسه، که الان من چجوری باید عشق ببرزم، برم دعا کنم، برم یه گوشه ای نمیدونم گشنگی بکشم، نیست. بلکه نگاه میکنم میگم من برای عشق ورزیدن به این خداییه که استراکچرشو دارم میبینم، یه قسمتی از استراکچرشو دارم میبینم، نه تمام استراکچرش، باید به همسرم، به فرزندم، به دوستام، به همه انسانیت، به حیوانات، به طبیعت، به قوانین طبیعت، حتی به اون جنایتکار، به اون چیز، به همه اینا باید عشق ببرزن. یعنی یه فرمول به من میده، میگه این فرمول رو شروع کن، ادامه بده، کم کم این فرمول تو رو میرسونه به عشق ورزیدن به خدا. از این راه، از این چنل میری، چنل دیگه ای نیست. ببینید اینا اون موقع برای من میک سنس میکنه، من میدونم از کجا باید شروع کنم و میدونم که چجوری میتونم خدامو بشناسم با همین نگاه کردن به دور و بر، بدون اینکه بخوام فکر کنم نه اینا که نیست، اینا رو بزنم که اینا بزنم، یه چیز بسیطی بی صورتی است. نه اصلا صورت داره، صورت شما میناس که ببینیم یه ذره حیبات منتها اینا نیست، اینا کمه، حیبات بسیط ترش کنم، اکستنشنی از همین دنیاست. بله البته به یه اعتبار من میتونم بگم من با تمام سخنانت موافقم، اما فکر میکنم که نحوه بیان شاید قدری دقیق تر بشه، اون وقت میشود به او یعنی تصدیق کامل کرد. در این که ما هم عرض کردیم که به هر حال جهان ظهور خداوند، شما صحیح میفرمایید، به هر حال خدا در همین مظاهرش به اصطلاح دیده میشه و یافت میشه، و قطعاً محبت ورزیدن به بندگان خدا به همه چیز از اون چشم که الهی است عین محبت ورزیدن به خداوند است، هیچ فرقی نمیکنه، حتی به قول شما به جانیان هم ما میتونیم محبت بورزیم و به آدمیان، به حیوانات، به گیاهان، به همه چیز. اتفاقا مولانا وقتی که صحبت از بندگان خدا میکنه میگه بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارن در انجام کار، بندگان خدا مثل خداوند صبور بردبارن، رحیمن، رحمت رحیمیه دارن و همون رو اعمال میکنن، خداوار بارانوار بر مردم میبارن، در این تردیدی نیست. اما خلاصه کردن عشق الهی در اینها، این البته جای حرف داره. ببینید این همون پیتفاله، این همون دامگهیست که ما ممکنه در او بیفتیم، بگیم غیر از این چیزی نیست. این تقریبا میشود همون خدای اسپینوزا که
شما سوال میکردید. چون در واقع اسپینوزا میگفت خدا همین یونیورسه، توجه میکنید، همین وجودی است که متجلی شده و ما میبینیم دیگه، ماورایی ندارد. در واقع خدای اسپینوزایی این بود دیگه، که همین طبیعت است، همین یونیورس است، و یعنی تجلی خدا نیست بلکه خود خداست دیگه، حالا به این صورت ها در آمد. من دیشب عرض کردم، گفتم که ما خدا ماست ولی ما خدا نیستیم. فرق بین این دوتا خیلی زیاده، خیلی مهمه. اینو هم حکیمان گفتن، خدا به صورت ما در آمده است، اما ما همه رو هم جمع بزنن و بزنن کنار هم دیگه نمیشه خدا، یعنی کامل نمیشه، هنوز یه مرتبه بالاتری وجود داره. این همون چیزیست که فیلسوفان هم میگفتن که به اصطلاح وجود تشکیکی، یعنی درجات داره. ما یکی از مراتب وجودیم اما همه مراتب وجود رو اشغال نمی کنیم، مراتب بالاتر از ما هم هست. حالا شما میفرمایید که من به یه امر بسیط نمیتونم عشق بورزم. من اینجا عرض کردم به شما، گفتم واقعش این عشق ورزی یه چیزی نیست که نه زیاد بشه برای کسی توضیح داد، نه بشه کسی رو توصیه کرد یا امر کرد. علاز ظاهر یک چیزیست که در راه آدمی واقع میشه، واقع هم نشود هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. به هر حال اکثریت مردم همینطورن و زندگی میکنن بدون اینکه لزوماً دوچار اون عشق خیلی سوزان و خروشان شده باشن که به قول مولانا شرکت سوزه، یعنی باعث میشه که آدم هیچی رو نبینه، فقط او رو ببینه و وجودش آکنده از محبت الهی بشه. همین محبت ها هم واقعا به یه معنا محبت الهی است و کاملا شما درست میگید. این رو منم خیلی وقتا به دیگران گفتم که میخواید عبادت کنید، نیکوکاری کنید، خیر به خلق برسونید. عبادت این نیست که برید یه گوشه ای بنشینید و فکر کنید که با بریدن از خلق و با انزوا و اینا بهتر خدا رو کشف میکنه. البته مدیتیشن، مراقبه، خلوت کردن یه چیزیست، یه نقشی داره، جای خودش رو داره، یعنی نمیشه اون رو فدا کرد. اما اینکه آدم فکر کنه که فقط خدا تو خلوتها پیدا میشه، نه، میونه خلایق پیدا میشه، اتفاقا در جوشیدن با مردم پیدا میشه. خدا هم به پیغمبر میگفت که شبا وقت داری برای خلوت و مراقبه، روزا رو برای مردم بعد بگذاری. ان لکف النهار سبحان طویلا، با مردم باید بجوشی، ولی شبا البته آرامش داری و خلوت داری، میتوانی مدیتیشن کنی، مراقبه کنی، تأملات روحی بکنی، از اون طریق هم به یک حقایقی نائل بشی، اما با مردم جوشیدن هم شرط است. دیدید بعضی حوصله مردم رو ندارن، خیلی چیز جالبی نیست اتفاقا. اینا معلومه که هاضمه فراخی ندارن. بوسعید بلخیر گفت عارف آن است که با خلق بنشیند، نه اینکه جدایی بکند از مردم، به طوری که کم کم ملول بشه از حضور دیگران و حوصله اونها رو نداشته باشه. این مقام بلندی نیست. میگن که بعد از تفرقه باید به جمع بیایید، به اصطلاح یعنی بعد بازگردید میان مردم. یه جمله‌ای داره اون اقبال لاهوری از یک عارفی به نام عبدالقدوس گانگهی. این جناب ملا عبدالقدوس گانگهی یکی از عرفای هندی بوده، گانگه یکی از نمیدونم ایالات هند بوده، شهری بوده، هرچی. از اون نقل میکنه، میگه که میگه یه جمله این آقای عبدالقدوس گانگهی گفته که دقیقا تفاوت بین مشرب عرفا رو با صوفیان رو با مشرب پیامبران نشون میده. به قول اقبال هیچ جمله‌ای به اندازه این جمله که عبدالقدوس گانگهی گفته نمیتواند تفاوت مشرب پیامبران و صوفیان رو به این خوبی بیان کنه. جمله آقای عبدالقدوس گانگهی چیه؟ این است، میگه پیامبر به معراج رفت و برگشت، والله اگر من بودم بر نمیگشتم. توجه کردید؟ این اون تفاوت دیگه، یعنی میگه که من معراج خودم تنهایی میرم، معراج کاری هم به هیچ کسی ندارم. پیغمبر بود که رفت ولی باز اونجا رو ول کرد و برگشت، اومد روی زمین برای اینکه با مردم باشه. لذا این کاملا درسته، یعنی مخصوصا خیر به خلق رسوندن که ما ازش غافلیم. عابدترین عابدان ما کسانی هستن که نماز اول وقت میخونن، مثلا نمیدونم مسجد میرن، فرض کنید روزه هاشون رو خوب میگیرن، که البته اینا خیلی عالیه،
ولی حقیقت این است که از اونی که آدمی داره اگر نثار دیگران بکنه، اگر رحمكم الله بی دریغ در اختیار دیگران بگذاره، هر چی که داره دیگه، حالا هر کسی یه دارایی داره، و با این نیتم بکنه که بگه من به خاطر محبت این کار رو میکنم نه به خاطر پاداش، بی دریغ میریزم تا نشانی باشد از عشق من به خدا، درست مثل هدیه‌ای که برای خدا میخوام ببرم، من که پیش خدا نمیتونم هدیه برم، پیش بندگان خدا میبرم، اما چون بنده خدا اینو کادر رو دارم پیش خدا میبرم، این نیت رو در خودش تقویت بکنه، این در حقیقت پا در راه عاشقی گذاشته. و خورده خورده ای بسا که آگاهانه ناآگاهانه ببینی که این نردبان رو طی کرده و به اون بالای بام رسیده، به این نیت که همه جهان الهی است، همه آدمیان الهی هستند، من اگه کسی رو نصیحت میکنم، اگر هدیه میبرم، اگر هر کاری میکنم، دارم با خدا معامله میکنم، این محبت رو این چنین در خود تقویت کردن، بله بسیار 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 شیوه نیکویی است و شیوه پیامبران هم هست. و بعدن البته احتمالاً در عبادت خودش هم ذوقی میبیند که متفاوت است با وضع پیشین خودش، یعنی احساس میکنه با اون معبود گویی که نزدیکتر شده. اینا دیگه به تدریج احوالی است که برای آدمی حاصل میشه. و به قول سعدی گفت اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی، تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی، اگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. بله پیرو همین صحبتی که میکردیم، مسئله نماز خب خیلی روش تاکید شده و خیلی مسئله نمازی که درست واقعا رکن دین است و بله درست خونده بشه و اون کانکشن برقرار بشه. متاسفانه خب اصلا خود بنده یا کانکشن نداریم و شنیدیم هم خیلی ها با این مشکل دارن که به هر حال نمازشون اونجوری که باید واقعا برقرار بشه نمیشه. و خیلی از کسایی که مسلمان نیستن ولی تو مدیتیشن اینا هستن ریفر میدن که نماز مسلمان ها یه مدیتیشنه که 5 بار در ساعت مختلف که بهترین ساعت هم هست انجام میشه و خیلی کتاب ها نوشتن که چقدر هم چیز خوب هست. ولی ببینیم مثلا نفسم الان نسل جوان رفته رو طرف مدیتیشن و برایش اون جذابیت خاصی داره و خیلی هم اینا عجبان هایی که میرن و یه نوار هم دارن تو اتاقی و مدیتیت میکنن و یه سطحی رو به یه چیزی میرسن و یه کانکشن قرار میشه. ولی چطوری که نماز ما نمیتونیم همچی کاری انجام میده، حتی اون حالت مدیتیشن نیم ساعتی که با یه نوار انجام میشه با یه کلاسی میره یه هفته اینا میتونم اون انجام بدم ولی نماز نمیشه. این خیلی ها سعی کردم. آره ببینید یه آفتی که معمولا عبادت های دینی به اون مبتلا میشن عادت شدنه، و وقتی که یه چیزی عادت شد رفته رفته ماهیتش روحش ضعیف میشه یا از دست میره، مخصوصا وقتی که نام تکلیف روش بیاد، یعنی نگن شما به اختیار این کار رو بکنید، بگن شما باید این کار رو بکنید. اولا شما از به دلیل اینکه تکلیف هست و به هر حال خائفید از اینکه این تکلیف رو انجام ندید، به هر حال نافرمانی کردید. دوم هم همین که وقتی مرتب انجام میدید، روزی 5 بار، روزی 3 بار، این خورده خورده بدل به عادت میشه که نقش انگیزانندگی و اثر بخشی خودش رو خیلی کم میکنه. اگر این باشه وقت ما باید با هر دوتای اینا مبارزه کنیم، یا این هر دوتا رو بشناسیم و ببینیم رویارویمون با اینا چجوری باید باشه تا اینکه اون عبادت نقش اصلی خودش رو بتونه بازی بکنه، در غیر این صورت نه. ببینید مثلا فرض کنید که در نماز خوندن، البته به ما گفتن که نماز اول وقت خوبه و اینا بیشترش به نظر من جنبه‌های هویتی داره، همه در یه وقت معینی جمع بشن بیان نماز بخونن، ولی واقعش این استش که برای اینکه این از حالت عادت بیاد بیرون، شخص میتونه صبر کنه هر وقتی که حال بهتری داشت، تکلیفشو ترک نکنه، چون وقتم وسیعه، ممکنه اول وقت اون احوال رو نداشته،
باشه، یه وقت دیگری جاشو عوض کنه. مثلا اگر همیشه یه جا وای میسته و یک سجاده میندازه و به یک شکل و به یک نه، تغییراتی که خودش میدونه چیست و فرمولی هم نداره دیگه، خودش به میل خودش و ابتکار خودش اینها رو عوض بکنه، میتواند یک تأثیری بگذاره. به علاوه نماز خوندن گفتم مقدار زیادش جنبه‌های هویتی داره برای یک شکلی و انسجام امت اسلامی. در واقع اونی هم که این رو تشریع کرده میدونسته، منتها به نظر من دید الهی، دید پیامبرانه این بوده که 100,000 تا نماز خونده بشه یکیش توش بگیره، مثل 100,000 تا کبریت رو شما بزنی یکیش که بگیره همون یکی میارزه به اون 100,000 تایی که نگرفته. لذا از این مجموعه بزرگ یه دونه عشق در بیاد، دو تا عشق در بیاد، این پاداش خودش رو گرفته است. بقیهش کار هویتی کرده. همچین هم نیست که بی خاصیت هم باشه، ولی البته این نمازهای عادی آتش عشقی در دل کسی روشن نمی‌کنه، ولی روح اطاعت رو زنده نگه می‌داره، روح هویت رو زنده نگه می‌داره. گاهی هم منصرف به اون مسیر می‌شود که اون نتایج خوب رو بده، و بعدم یک امری رو، یک آیینی رو تداوم می‌بخشه، یعنی از شما به نسل بعد از شما و همچنین نسل بعدی وقتی که این حرکت جاری باشه در میان جمع، خب تداومش هم تضمین میشه، در غیر این صورت نه. ایناست اون خصوصیاتی که هست. کسانی که مدیتیشن میکنن دنبال هیچ کدوم اینا نیستن. اولا هر وقت دلشون خواست این کار رو میکنن، وقتی که ببینن روحیه شد، بعدم نمیخوان یه آیین مشترکی رو که یه گروهی انجام میدن، خودش میخواد به یه نتیجه شخصی از این طریق برسه، به تداومش فکر نمیکنن. یک اتوریته اونجا وجود نداره که این رو به همگان دستور داده باشه، دستوری نمی کنن اصلا، از بر سبیل تکلیف انجام نمی دن. اون اصلا یک حکایت دیگری داره. وقتی که در میان جمعی، مثل فرض کنید سرود خوندن سر صفه، فرض کنید ما تو مدارس می خوندیم دیگه، این یه آثاری داره. خیلی وقتا شاید مثلا حالا اون نبودیم چی می خونیم، می گفتن تو دبستان باید این چیزها رو با هم گروهی بخونید، ولی ما رو گرم میکرد. بالاخره میفهمیدیم عضو یک گروهی، مال یه مدرسه، یه حرفایی داریم میزنیم، حالا بفهمی نفهمی حرف واحد فلان و اینا. البته یه اتوریته هم بالا سرمون بود. نماز و کلن عباداتی که جنبه بیرونی داره و جنبه هویتی داره، یه پوسته‌ای داره و یه مغزی. پوستش معمولا خیلی کلفت‌تر از مغزشه. مغزش برای معدودی پدید میاد، اما اون پوسته برای نگهداری همون مغز معدود لازمه، چون اگه اون پوسته رو شما از بین ببری، همون دوتا مغز هم دیگه پرورش پیدا نمیکنه و به وجود نمیاد. این یه همچی چیزیست به نظر من که باید نگاه تاریخی و جمعی و جاری به این عبادات داشت. فرد اگه بخواد خودش باید معنا بریزه توی اینها، مثلا فرض کنید نماز رو سمبولیک ببینه. ما معمولا سمبولیک نمیبینیم. این یکی از نکاتیست که به همه عبادات اینطوره. در حج این سمبولیزم حج خیلی مشهوده، یعنی اگه آدم فکر کنه که تکلیفش که مثلا سنگ پرتاب کنه به یک ستونی، به قول دکتر شریعتی بی‌معنی تر از این عملی تو دنیا پیدا نمیشه. اما وقتی که شما مثلا فیلم مثل بگید که من دارم شیطان رو طرد میکنم، مثلا یه معنایی در این سمبولیزم ببینید، اون موقع این عملتون معنی دار میشه. همچنین از طواف خطور، همچنین قربانی کردن، همه این جور چیزا. نماز هم همینطوره. این ایستادن، خم شدن، به سجد افتادن، برای اینکه از همون مفهوم بردگی اونا خارج بشه، سمبول هایی باید دید اینا رو، یا اقلا شما باید اینا رو یک سمبول بکنید، یعنی خودتون به اینا معنی و اعتبار ببخشید، وقت در این صورت زنده میشه این عمل. ولی یه پوسته خشک مرده است که حتی جنازش هم خوبه و ولی خب قانع بودن به جنازه خیلی خوب نیست، ولی حتی جنازش در طول تاریخ هم یه کاری میکنه، یک مردش هم یه اثری داره، ولی خب وقتی مردش اینطوره بعد ببینید زندهش دیگه چطور میشه. بله بله بفرمایید. ببخشید، در مورد عشق ورزیدن به خداوند، اونطوری که حالا در واقع اونایی که عشق ورزیدن و رسیدن در طول تاریخ گزارش دادن، معمولا حالا در یه روشی، در یه سلوکی، در یک سیری به اون رسیدن، استاد داشتن، در واقع یه مجموعه ای رو طی کردن. همینجوری نبوده که حالا بگیم هر کسی که خب همینجوری ممکنه بتونه اون در واقع مسیر رو بره.
و خیلی وقتا ما ها که زندگی عادی داریم آدم به اون مسیر فکر میکنه میبینه تقریبا برای ما ناممکنه حداقل تو اون مسیر بیفتیم یا دسترسی به اون امکانات داشته باشیم یا به یه استادی که حالا آدم رو در اون سلوک بتونه هدایت کنه. آیا برای ما ممکن هست که همین که نیکوکاری کنیم به اون میرسیم؟ فکر میکنم این خب خیلی اولی است، احتمالا حالا مراحل خیلی اولی میرسیم، ولی اون لقاء اللهی که حالا گزارش دادن نهایت در اون عشقه برای زندگی عادی، اولا اونم خیلی اولیه نیست، یعنی واقعا به خلق خدا کمک کردن خیلی کار بزرگیه. ما اینو دست کم گرفتیم، این مفهوم چریتی که حالا مسیحی ها خیلی هم روش تاکید میکنن، خب در اسلام هم به تاکید قرار گرفته، واقعا ما دست کم گرفتیم. فقه در میان ما اینقدر فربه شده، اینقدر پوسته کلوفتی شده که این مغزها فراموش شده. مسلمان ها فکر میکنن اونا که کارهای مستحبه، واجبات همین هست دیگه، شما یه نمازی بخونید و یه روزه بگیرید و مثلا بعضی معاصی رو مرتکب نشید، نمیگم اینا کمه، ولی از یه چیزهای خیلی مهمتری واقعا غفلت میبرزن. اونا روح عاشقی رو در آدم بیشتر بیدار و زنده میکنه. آره، بالاتر از اونش رو میشه گفت که به کوشش آدمی دیگه بستگی نداره دیگه، هم مثل بقیه چیزا توی زندگی، به اصطلاح بعضی رزقشون بیشتره بعضی رزقشون کمتره دیگه. گفت گر جهان را پردور مکنون کنم، چون نصیب تو نباشد چون کنم. بعضی ها نصیبی دارن، بعضی ها نصیب ندارن، به قول خودتونم میدونید دیگه. یه وقت آدمی با استعداد معلم های خوبی هم پیدا میکنه میشه یه عالم درجه، یکی هم ممکن استعداد داره معلم پیدا نمیکنه، به هر حال استعدادش میسوزه دیگه. این دنیا این چیزا توش رخ میده، بگم علاجش نمیشه کرد، در یه حدی میشه اینا رو حلش کرد. ما توی دین حالا چه کار خیر انجام بدیم، چه مثلا عبادات رسمی و امر شده، نیت ما قربت الله، یعنی به ما یاد دادن که ما با مثلا خیر اگه می‌خوایم بکنیم یا چرا این کارو می‌کنیم، خب می‌تونیم بگیم چون احتیاج داره منم وظیفه اینا میشه، ما هم کار می‌کنیم. ولی به ما گفتن که وقتی که اینو قربت الله می‌کنی این به اصطلاح مورد قبول خدا به عنوان عبادت قربتن الالله، باز ما توشیم، یعنی منافع ما توشیم، ما میخواییم، یعنی عشق ورزیدن به معنی اون حالتی که دیگه اصلا طرف خودشو محو در اون میبینه نیست، میخواییم خودمون در واقع خدایی بشیم یا صفات الهی رو بگیریم. خب این کجای قضیه است؟ خود دین آموزشش اینه، اون آموزه عشق همچون که شما گفتید یه چیزه مال خیلی خواسته که از یه حد بلوغی میرن بالا به اون حد میرسن، ولی حد عمومیش هم بسیاری حد بزرگیه، البته یعنی حرکت قربتن الالهیه. بله بله درسته، این یعنی دین همین رو هم گفته، منتها خب بستگی داره به اللهی که مردم تلقی میکنن، که اللهشون کیه، درکی که از الله دارن، درکی که از نزدیک شدن به خدا دارن. خیلی از نزدیک شدن به خدا درکشون هم اینه که خدا قبول کنه ازشون، بهشت بهشون بده. نزدیک شدن به خدا در یه معنای خیلی عمیق عرفانی برای خیلی ها چیز نیست، مفهوم نیست. قربتن الالله اتفاقا فقه ها اینو میگن، ببینید در نماز میگن وقتی شما میگید قربتن الالله، دقیقا تو رساله میگن این امتثالا لامر الله، من این کارو میکنم چون اطاعت فرمان خدا کرده باشم. درک فقیهان از قربتن الله اینه، نه اون تقرب معنوی به خدا، نمیگم اونو نفی میکنن، اما وقتی میگن شما میگید من نماز میکنم 4 رکعت نماز قربتن الله، یعنی امتثالا لامر الله، دارم امر خدا رو اطاعت میکنم. لذا اردنش پایین، در واقع توجه میکنید اردنش پایین، البته که امتثال هم عبدمولاییش کردن، دقیقاً این کار رو کردن، در حالی که قربتن الله استعداد خیلی بیشتر از این داره، مفهوم خیلی کلانتریه، فربهتریه. اما شما به اینجاهاش که خلاصش میکنید و همین میشه که گاهی میشه، یعنی در واقع باز پای امر و نهی میاد که به قول هگل عشق فرمان نمیده، یا از امر و نهی شما باید برتر برید و از خودتون باید.
بذارید من یه چیزی اینجا اضافه کنم که باز در راستای سخن ایشان، ما با نیکوکاری در واقع به یه معنا خدا رو پیاده میکنیم در عالم، خدا رو بست میدیم، خدا رو وارد جهان میکنیم. با عشق به خدا، خدا بیشتر تجلی میکنه در این عالم. توجه میکنید این حرفای من از تنین هگلی ده؟ آره، حالا اینجوری بگید، بله این هگلیه اینا، بله. یعنی ببینید یه جوریه، مثل این که در با ماست، به عهده ما نهاده اند که جا وا کنیم برای ورود خدا در این عالم، و ما با نیکوکاریمون، با عشق ورزیمون، خدا پاش بیشتر واز میشه توی این دنیا. توجه میکنید فقط این نیست که داریم فرمانشو میبریم که اون خوشنود بشه، خیلی چیزی بیش از این هاست. این معنی پرستش و اینا در معانای متعالیش ایناست واقعا. بله. خب همین مفهوم منم، چون شما فرمودید که نیکوکاری میکنیم به نیت تقرب الله، نیکوکاری میکنیم، بله به هر حال، ولی خب این مرحله اگر که پولی میدیم احساس این که این اومده باید بره و من واسطه‌شم، اگر خدمتی، یعنی کسی رو میبینیم محتاجه، احساس کنیم که به هر حال بنده خداست و باید بهش رسیم، بله. یعنی اصلا خود خدا و قربش تو ذهن نباشه، این اصلا یک احساس عدم مالکیت برای هر چی که آدم داره، حتی نیروی انسانیش، یعنی این اینجوری باید صرف، یعنی باید اینجوری صرف شه، بله، بدون اینکه آدم فکر کنه، آره، این کارا رو میکنم برای قرب خدا، این خودشو امانت داری بدونه، بله، که نه، بله، بله، اونا خوبه، اینا همه مراتب کماله، در ما نیت تو ذهن نباشه، اینا نه، اینا همه مدارج کماله، شما دارید تعلقتون رو کم میکنید، دارید این چیزها رو، اضافاتی که شده، خودتون رو پاکیزه میکنید، تهذیب میکنید، بله، اینا همش نیکوست، همش، یعنی دیگران هم که حالا اسم خدا رو تو ذهنشون نمیارن، خب نیستن، ولی این نیکوکاری ها رو میکنن، حقیقتش چون اگر ما اینجوری بگیم خداوند نیکوس، نیکوکاریه، بنابراین با این کارا ما داریم کارهای خدایی میکنیم، اشکالی نداره، یعنی پذیرفته است از درگاه خدا، این اثر داره، یعنی نتیجه داره، یعنی پاداش خودش رو میگیره، بله همینطوره.